در زندگی خصوصی موسم جعفر هیچ کس از نزدیکان اون حضرت و خواص اصحاب اون حضرت نبود که نداند موسم جعفر برای چی داره تلاش بود. خود موسم جعفر در اظهارات و اشارات خود و کارهای رمزی که انجام میداد این رو به دیگران نشون میداد. حتی در محل سکونت، اون اتاق مخصوصی که موسم جعفر در اون اتاق می نشستن، اینجوری بود که راوی که از نزدیکان امام هست میگه من وارد شدم، دیدم در اتاق موسم جعفر سه چیزه: شمشیری هست که نشون میده هدف جهاده، لباس خشنی هست که نشون میده وسیله زندگی خشونت بار رزمی و انقلابی است، و قرآنی هست که نشان میده هدف اینه. میخواهیم به زندگی قرآنی برسیم با این وسائل و این سختی ها رو هم تحمل کنیم.